لکه های کوچک پوستی. علت پدیدار شدن این لکه ها چیه و چگونه میتونید این لکه ها رو از بین ببرید؟ به این لکه ها لکه های پیری، لکه های تیره، لکه های قهوه‌ای و حتی لکه های کبدی هم میگن. با این وجود لزوماً میتونه از کبد نباشه، میتونه از مقدار زیاد ملانین باشه. اما چرا؟ خب ملانین رنگدانه‌ای در پوست شماست. این چیزیه که به پوست شما رنگ میده. حالا سوال پیش میاد که چه چیزی باعث افزایش این ملانین میشه؟ برای پاسخ به این سوال باید ببینید که در چه فصلی این لکه ها بیشتر پدیدار میشن. فصل تابستان. بنابراین یکی از دلایل اصلی واقعاً اشعه ماورای بنفشه. همچنین میدونیم که با بالا رفتن سن به این مشکل برمیخورید. میدونیم دیابتی ها بیشتر به این مشکل برمیخورن. در خانوم هایی که باردار هستن این لکه ها بیشتر دیده میشه. میدونیم در افرادی که قرص های ضد بارداری مصرف میکنن یا اونایی که هورمون درمانی میکنن این لکه های پوستی بیشتر و بیشتر دیده میشه. اما چرا؟ به دلیل استروژن بیش از حد که میتونه میزان ملانین رو افزایش بده. به دلیل کورتیزول بیش از حد که باز میتونه میزان ملانین رو افزایش بده. به دلیل انسولین بیش از حد که باز اینم میتونه میزان ملانین رو افزایش بده. بنابراین با به هم خوردن هورمون هاتون، با استرس بیش از حد، با مشکلات قند خونی متوجه رنگدانه های بیشتر خواهید شد. پس اینها دلایلی هستند که باعث افزایش ملانین شما میشن. خب الان شما شاید پیش خودتون فکر کنید که این ملانین چیز بدیه. نه، اصلا اینطور نیست. ملانین چیز بدی نیست و در اصل میخواد به شما کمک هم بکنه. زمانی که شما زیر نور خورشید هستید، خودتون رو در معرض تشعشعات زیادی قرار خواهید داد. امواج فرابنفش داریم، طیف نور مرئی داریم، مادون قرمز داریم. ملانین از شما در برابر اشعه های مضر یووی محافظت میکنه و در اصل یک آنتی اکسیدانه، یک بخش بسیار مهم محافظتی برای شماست و علت واقعی افزایش ملانین تلاش برای مقابله با تمام آسیب های رادیکال های آزاد و اکسیداسیونیه که در حال اتفاق افتادن در پوست شماست. حالا چرا یک فرد جوان کمتر از یک فرد میانسال یا پیر درگیر این لکه ها میشه؟ شما مقدار زیادی شبکه های آنتی اکسیدانی، حتی بیشتر از خونتون، در پوستتون دارید. مخصوصا ویتامین C که در پوست شما بسیار بیشتره. حالا اگر آنتی اکسیدان های شما در پوستتون کم بشن، حدس بزنید چه اتفاقی میفته؟ چه چیزی باید بیاد و جای خالی این آنتی اکسیدان ها رو پر کنه؟ ملانین. بنابراین وقتی این لکه های کوچک رو روی پوست خودتون میبینید، این نشان دهنده اینه که شما کمبود آنتی اکسیدان دارید، کمبود ویتامین C دارید. حالا راه حل چیه؟ با ملانین یک آنزیم داریم به نام تایروزینیز که این آنزیم برای ساخت ملانین ضروریه. بنابراین اگر شما بیایید و چیزی مصرف کنید که این آنزیم رو مهار کنه، این لکه های قهوه‌ای رو مهار خواهید کرد. حالا چی میتونه این کار رو انجام بده؟ ویتامین C، چای سبز، شیرین بیان، دانه های کاکائو، عصاره هسته انگور، دارچین، آلوئه ورا، کورستین و ملاتونین. همه اینها چی هن؟ آنتی اکسیدان. پس یک درمان منطقی پیش روی شماست، مخصوصا ملاتونین. ملاتونین با ملانین فرق داره. این رو بیشتر به نام هورمون خواب میشناسن. اما خیلی کارهای دیگه هم انجام میده و در اصل قوی ترین آنتی اکسیدان در کل بدن شماست. حالا حدس بزنید بهترین محرک برای افزایش ملاتونین چیه؟ نور خورشید، اما نه طیف کامل، بلکه مادون قرمز. بنابراین پدیدار شدن این لکه های تیره تقصیر خورشید نیست. بله، اگر ساعت ها آفتاب بگیرید و پوست خودتون رو بسوزونید شاید، اون فرق داره. اما علت اصلی ظاهر شدن این لکه های قهوه‌ای معمولاً به این دلیله که شما بدون اینکه آنتی اکسیدان کافی داشته باشید در معرض نور خورشید قرار میگیرید. وگرنه برای مدت مناسبی زیر نور خورشید بودن نه تنها مفیده که بسیار واجبه. حالا چرا آنتی اکسیدان کافی ندارید؟ چون رژیم غذایی شما مناسب نیست و حالا ملانین شما باید همه این کمبودها و آسیبها رو براتون جبران کنه.
نکته جالب در مورد دریافت مادون قرمز خورشید و تولید ملاتونین اینه که لازم نیست حتما به طور مستقیم پوست خودتون رو در معرض نور خورشید قرار بدید، چون امواج مادون قرمز میتونن از لباس شما و حتی از جمجمه شما عبور کنن و ساخت ملاتونین رو کلید بزنن. خب این از ملاتونین. برای از بین بردن این لکه ها دو راه دارید. اولی زمانیه که میخواید تغییرات سریع به دست بیارید. در اینجا میتونید هر کدام از اون مهار کننده ها رو به شکل کرم تهیه کنید و مستقیم روی پوست خودتون قرار بدید. مثلا سرم ویتامین C عمل کرده خوبی داره. اما مشکل اینجاست که باید برای بارها و بارها این کار رو تکرار کنید تا زمانی که آنتی اکسیدان های خودتون رو به معنای واقعی تأمین کنید و این یکم سخته و مردم واقعا متوجه نمیشن که این لکه ها یک مشکل داخلیه تا یک مشکل خارجی و سطحی و فقط میان و روی یک درمان موضعی تمرکز میکنن و چیزهای جور و جور روی پوستشون میمالن و بعد هم تعجب میکنن که چرا دوباره این لکه ها بر میگردن. بنابراین روش دوم تقویت کردن زنجیره آنتی اکسیدانی داخلی بدنتونه. انقدری آنتی اکسیدان داشته باشید که بتونید به پوستتون هم برسونید. چگونه میتونید این کار رو به خوبی انجام بدید؟ با خوردن 5 کاسه سبزیجات در روز. سالاد، سبزیجات، سبزیها به شکل خام. اگر سبزیجات رو میپزید از این 5 کاسه کلن جدا بدونیدشون. بعدش باید همه غذاهای پوچ مثل ساندویچ، پیتزا، فلافل، سمبوسه، ماکارونی، سیب زمینی رو کنار بذارید و شروع کنید به خوردن غذاهایی که از نظر مواد مغذی دارا هستن. سرشار از ویتامینن، سرشار از مواد معدنیان، سرشار از زینکن، مخصوصا زینک. زینک برای پوست شما و همچنین ایجاد شبکه آنتی اکسیدان های شما بسیار مهمه. محرک های قدرتمند دیگه برای تقویت آنتی اکسیدان های بدنتون یکی روزه متناوبه، یکی ورزش کردنه، یکی حذف قند و شکره، یکی حذف مواد غذایی و نوشیدنی های کارخانه‌ایه که با شربت ذرت با فروکتوز بالا شیرین شدن و یکی مدیریت استرس، دوری از شرایط و موقعیت هایی که شما رو مضطرب میکنن. به طور منظم شما باید در معرض نور خورشید باشید، اما پوست خودتون رو قبل از رسیدن به مرحله سوختگی بپوشونید. نور خورشید برای ملاتونین و هم برای دریافت ویتامین دی شما بسیار ضروریه. اما همون نیم ساعت زیر نور خورشید بودن حدود 10,000 تا 20,000 IU ویتامین دی براتون فراهم میکنه. بنابراین نیازی به سوزاندن خودتون ندارید. الان اگر دوست دارید حداقل 10 سال جوانتر بشید، ویدیو سمت راستی رو حتما تماشا کنید. ویدیو سمت چپی هم بسیار مهم، از دستش ندید. لایک، سابسکرایب و زنگوله رو فراموش نکنید. خیلی دوستتون دارم. تو یکی از این دو ویدیو میبینمتون.